ابوبکر رضی الله عنه و علم غیب. دیگه در رابطه با پیغمبر مگر شما معتقدید که اینقدر علم غیب نداشته؟ یعنی از حضرت ابوبکر شما هم پایین تر بوده. ابوبکر خودش موقع از دنیا رفتن میگه برای شما اصلا بنت خارجه حامله هست و این بچه هم دختره، به عایشه وصیت میکنه. خود خلیفه اول وقتی که از دنیا میرفت میگفت این خانومم بنت خارجه حامله است، اونی هم که در رحم داره دختره. وگر علم غیب کفره، این آیه اول از کجا اینه میدان؟ بینندگان گرامی، دانستن علم غیب تنها مختص ذات الله متعال است و در آیات فراوانی به این امر تصریح شده است. به عنوان نمونه، الله متعال در آیه 59 سوره انعام می‌فرماید: و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست الله است و کسی جز او از آنها آگاه نیست. حتی دانستن علم غیب از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز نفی شده است. آیه 188 سوره مبارکه اعراف می‌فرماید: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر من پیامبر غیب می دانستم سود فراوانی برای خود فراهم می کردم و هیچ بدی و زیانی به من نمی رسید. اکنون به اتهامی که آیت الله قزوینی به ابوبکر صدیق رضی الله عنه وارد نموده است می پردازید. ایشان ادعا می کنند که اینکه ابوبکر رضی الله عنه در دوران بارداری همسرش گفته است نوزادی که در شکم همسرش است دختر است، ادعای دانستن علم غیب نموده است. ما می‌بینیم که امروزه تشخیص جنسیت جنین در دوران بارداری امری است بسیار عادی و با آزمایشات ابتدایی می‌شود به این امر پی برد. در گذشته نیز قابله‌ها و زنان صاحب تخصصی وجود داشتند که از رفتار زن باردار و یا تغذیه و شکل ظاهری وی جنسیت نوزاد او را حدس می زدن و عواملی برای تشخیص این مسئله معرفی می نمودن. پس صرف نظر از صحت اتهام وارده به خلیفه اول، باید دانست که تشخیص نوزاد در دوره بارداری جزء امور غیبی نمی باشد و کار دشواری نیست، بلکه با شواهد و قرائن قابل تشخیص است. اما اصل گفته ابوبکر رضی الله عنه چیست؟ امام مالک در کتاب معطا در باب آنچه هدیه دادنش جایز نیست روایتی نقل کرده، چنین می‌فرماید: ابوبکر رضی الله عنه در هنگام مرگ درباره چگونگی تقسیم میراث به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمود: من به تو ثمره باغ را بخشیده بودم، اگر آن را میچیدی و جمع آوری مینمودی از آن تو بود، و ما هم اکنون متعلق به وارثان است، یعنی دو برادر و دو خواهرت، پس آن را بر اساس کتاب الهی تقسیم نمایید. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها گفت: پدر عزیزم، اگر هم مال بسیار زیادی می بود آن را بر نمی داشتم. اما سخن اینجاست که خواهرم فقط اسماست، خواهر دوم من کیست؟ ابوبکر رضی الله عنه گفت: ذو بطن بنتی خارجه وراها جاریه. یعنی گمان می کنم جنین همسرم دختر خارجه یک دختر باشد. علامه ابن عبدالبر در شرح این حدیث میگوید این گمان ابوبکر درست از آب درآمد. الاستذکار جلد 22 صفحه 298
و در روایت دیگر چنین آمده است که و ذات بطن ابنت خارجه قد القی فی روعی انها جاریه، یعنی حدس میزنم که جنین همسرم دختر خارجه یک دختر باشد. طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه 195 و ریاض النظره جلد اول صفحه 189 و تاریخ دمشق جلد سیوم صفحه 424. و در الاستیاب آمده است که ان ذا بطن بنت خارجه قد القی فی خلدی انها جاریه، و این عبارت هم مانند عبارت بالا به معنای حدس و گمان و به نظر رسیدن است و هیچ ارتباطی نه از دور و نه از نزدیک با علم غیب ندارد، مگر برای کسانی که از قلبی بیمار برخوردار باشد. و با وجود اینکه این روایت در کتب اهل سنت آمده است، نه ابوبکر مدعی دانستن علم غیب بود و نه فردی از اهل سنت چنین برداشتی را مطرح نمودند. حال شما قضاوت کنید که آیا اینکه کسی بر اساس حدس و گمان از چیزی خبر دهد ادعای دانستن علم غیب نموده است؟ به نظر شما اینکه انسان برای توجیه عقایدی ناجایز همچون دادن صفات الوهیت و عالم الغیب بودن به ائمه اهل بیت و قائل بودن قدرت‌های ماورایی و خارق العاده برای آنها سر در روایات مخالفان برده و به نحوی بخواهد به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک نماید، کار عاقلانه و درستی است؟ اما حال ببینیم که خود جناب آیت الله در جای دیگر چگونه در مورد تشخیص جنسیت نوزاد در شکم مادر توضیحاتی ارائه می دهند. بله، زا طبق روایت برای شما عرض کنم معتبری که مرحوم کلینی در کافی جلد 6 صفحه 18 جلد 6 صفحه 18 آورده، برای شما عرض کنم از امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماد سمو اولادکم قبل ان یولدو، برای بچه هاتون اسم بگذارید قبل از اینکه به دنیا بیان. فا این لم تدرو، اگر نمیدانید چه هست، پسر هست یا دختر. البته همون زمان هم این آقایان یه قواعدی داشتن که اگر چنانچه این جنین در قسمت سمت چپ باشه این دختر سمت راست باشه، که اگر چنانچه این جنین در قسمت سمت چپ باشه این دختر سمت راست باشه. حتی خود بو علی سینا و غیره این احتیاج به سونوگرافی و غیره نبوده. زنان قدیمی از نوع رفتار خانم‌های باردار، نوع راه رفتنشون میتونن تشخیص بدن. بله، تشخیص بدن که این زنان قدیمی از نوع رفتار خانم‌های باردار، نوع راه رفتنشون میتونن تشخیص بدن. بله، تشخیص بدن که این برای شما عرض کنم بچه پسر یا دختر. بچه پسر یا دختره. امیرالمومنین میگه اگر چنانچه نمیدانید که این پسر یا دختره، خلاصه فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، اسمی که مشترک، اسم مشترک بگذارید برای او، مثلا مثل عبدالله برای شما عرض کنم بگذارید، مثلا مثل عبدالله برای شما عرض کنم بگذارید، یا یک اسمی که برای شما عرض کنم بشه هم به دختر بخوره هم به پسر بخوره. خود خلیفه اول وقتی که از دنیا میرفت میگفت این خانمم بنت خارجه حامله است، اونی هم که در رحم داره دختره. و اگر علم غیب کفره، این آیه اول از کجا اینه میدانه؟